قاصد عشق به دور سفره هفت‌سین شوی تلویزیونی تنین اومده تا با شما حرفای بیشتر در رابطه با عید نوروز بزنه. سیاوش جان خیلی خیلی خوش آمدی به شوی تلویزیونی تنین. مرسی میکی جان، خیلی ممنون. عیدو به همه هموطنان تبریک میگم. سال 1373 بله. خب در کنار سیاوش خانم بیدا باید از دوست خوبم صحبت کنم، یکی از همکاران رسانه‌های گروهی و که هم مدیریت سیاوش عزیز داره و همه این که جزو دست‌اندرکان از گذشته ها در ایران با صداش آشنایی داشتید و این روز هم در لس آنجلس و در سان دیگو مشغول از برنامه های تلویزیونی هستش، آقای مظفر بابایی. مظفر جان تو هم خوش اومدی به برنامه. مرسی از اینکه علی جان دعوت کردی. تشکر میکنم. عید به تمام عزیزان، به تمام هموطنانی که دارن این برنامه رو میرن تبریک میگم و همچنین عزیزانی که تو ایران هستن. خب آقای سیاوش رو بله مثلا بگم، ما همیشه سیاوش رو حسین میبینیم خیلی ورجه ورجه میکنه و شلوغ اینا، مثلا من جا خوردم دم خیلی شباتی و خیلی آقا چه عجب. یعنی مزیت رو سر نه خیلی همچی باید خیلی خب دیگه اونجا وقتی واقعا از انرژی مردم و شوق مردم آدم اون نورا هم که هست واقعا آدم لذت میبره و انرژی میگیره. خودت هم آدم شلوغی هستی یا فقط میدونم شما چی فکر میکنید؟ والا این سوالو برای علی رضا کرد، بخاطر اینکه علی رضا سیاوش چندین ساله گویا میشناسه و خاطرات خیلی خوبی با هم داشتن که اگه بشه امشب یکم راجع به این خاطرات واسه بینندگان عزیز صحبت کنین. ولی اونم روی سن، خب سیاوش به عنوان هنرمندی که میره روی سن و طرفداراش یه چیزی رو ازش میطلبن بعد اونو بهشون ارائه بده، ولی خب وقتی از سن میاد پایین یه شاید کاراکتر دیگه‌ای داشته باشه و خیلی ریلکس. حالا لباس در کاراکتر به نظر من برای میگن اونی که در دیده هست، ولی در واقع من قلبم همونه هر جا باشم. یه چیزی که هستش، خب من و سیاوش با هم دیگه چیزی در حدود 12-13 سالی که دوست هستیم و هم هر دو تامون هم با هم دیگه در سان دیگو زندگی میکردیم. یادش بخیر. و نسبتا هم همسنیم. حلقه رو میبینم. ما یه خود جلوتر از تو ایم. شما خوشبختید. ولی خب برسات سیاوش از زمانی که ما با هم دیگه دبیرستان میرفتیم در سان دیگو و با هم دیگه زندگی میکردیم، یه حالت شیطونی خاص خودش رو داشتش، ولی همیشه صداش خیلی قشنگه. بسیار خوبی داشت. بسیار زیبا. البته علی هم یادم نره. البته علی جان شیطونی میگی یادم نره. خب ما هم داشتیم. هنوز شیطونی ها داره. بله. بعد خلاص صدای بسیار قشنگی داشتش و همیشه صحبت که میکردیم بسیارش بودیم سیاوش بعد خوانندگی رو دنبال کنی، چون میدونی وقتی کسی همچین به قول معروف گیفت خدایی رو داره باید ازش استفاده کنه و بذاره مردم این صدا رو بشنوند. و مطمئنن میشه گفت که آلبوم همسایه های سیاوش موفق ترین آلبوم دهه خودش بوده. البته صحنه رکورد شکست واقعا. خب صحنه بعدش اومد در رابطه با دهه صحبت میکنه که آلبوم 84 آلبوم سیاوش بازه شد و 85 به بازار اومد. بله اوایل 85 بود که به بازار اومد و خب یک کاراکتر با یه چهره جدیدی مردم آشنا شدن که این چهره جدید خیلی از رکوردها رو شکوند. سیاوش از زندگی بگو، راضی هستی از زندگی؟ هر چقدر آدم روش میکنه در زندگی، من همیشه گفتم مثل اینکه با آداب و رسوم خودش نزدیکتر میشه و تو زندگی به جز چند تا دوست و فامیل هیچی واقعا نمیمونه. مش خاطره های زیبا هر چقدر خاطره است برای آدم میمونه و اینا زندگی آدمو میسازه. 100%. و هر عید که میشه ما باید واقعا کینه ها رو از دلمون بیرون کنیم و همدیگر رو ماچ کنیم، از صمیم دل با هم دست بدیم و خوشحال باشیم یک سال دیگه با هم یک سال دیگه. این حرف سیاوش زد، خانم ویدا ماچ خواست. نمیدونم دوربین گرفت یا نه، ولی خب در صورت از این حرفا نزن خواهش میکنم. مظفر بابایی رو در رابطه با مظفر بابایی که سوال میکنیم، مظفر بابایی اگر یادتون باشه گذشته های خیلی خیلی دور وقتی که فیلم های آمریکایی به ایران میومدش
مظفر تبلیغات و تبلیغاتی که آنونس بره و آنونسات که اسمش آنونس در آنونس میگفتن ایران بله میرفتش روی صحنه روی تلویزیون روی سینما روی اکران های سینما مظفر اعلام می‌کردش مثل فیلم چارلز برانسون یا فیلم‌های ده به نام مرگ باران مرگ باران بحران. حالا میتونیم از مظفر جان خواهش کنیم مظفر چطوری بودش مظفر البته یه تبلیغی بود به که باید من اینو اعلام می‌کردم چند سال 20 سال تو تورا بود 21 سالم بود 21 سالم بود که شروع کردم یه مقدار همکاری تبلیغات بود و همچنین بازی تبلیغات بود که با خانم مهناز و خانم حاله بازی کردم این قسمتی بود که میگفتش که از اول بگو درست نیمچین با موشه البته میدونی که چارلز برانسون تو اون فیلم خیلی همچین با قدرت میواد میزد میکشت آیا این همون دث ویشه مرگ باران نه بعد میگفتش که مرگ باران است مرگ میبارد چارلز برانسون واقعا بسیار بسیار زیباست اگه موافق باشیم مطمئناً من میدونم که از سیاوش خیلی کارا ضبط شده که اگه بشه نگاه بکنیم به قسمت‌هایی از یکی از این ویدیوها بعد برگردیم